سکوتت را ندانستم، نگاهم را نفهمیدی، نگفتم گفتنی ها رو تو هم هرگز نپرسیدی. شبی که شام آخر بود، به دست دوست خنجر بود، میان عشق و آینه یه جنگ نابرابر بود. چه جنگ نابرابری، چه دستی و چه خنجری، چه قصه محقری، چه اول و چه آخری. پرسیدیم و پیوستیم، ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه ها هستیم. سفر با تو چه زیبا بود، به زیبایی رویا بود، نمیدیدیم و میرفتیم، هزاران سایه با ما. سکوتت را ندانستم، نگاهم را نفهمیدی، نگفتم گفتنی ها رو تو هم هرگز نپرسیدی. ندانستم، نگاهم را نفهمیدی، نگفتم گفتنی ها رو تو هم هرگز نپرسیدی. شبی که شام آخر بود، به دست دوست خنجر بود، میان عشق و آینه یه جنگ نابرابر بود. چه جنگ نابرابری، چه دستی و چه خنجری، چه قصه محقری، چه اول و چه آخری.
عادت کنیم، عادت کنیم که انسان باشیم، عادت کنیم که حامی حقوق انسانی یکدیگر باشیم، عادت کنیم یا راهی بیابیم یا راهی بسازیم، عادت کنیم متوقع نباشیم، عادت کنیم صادق باشیم، عادت کنیم که منصف باشیم، عادت کنیم که سازنده باشیم، عادت کنیم که قانع باشیم، عادت کنیم که خودمان باشیم، عادت کنیم که رازدار باشیم، عادت کنیم که واقع بین باشیم، عادت کنیم که برای خودمان ارزش قائل باشیم، عادت کنیم که توانایی های من را باور داشته باشیم، عادت کنیم که متکبر نباشیم، عادت کنیم که با خودمان صادق باشیم، عادت کنیم که با طبیعت آشتی کنیم، عادت کنیم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، اجازه میخوام ازتون که از بانو هما فکرت دعوت کنم بیان بالا و با شما دوستان صحبت بکنن. بانویی که از معضل بزرگ اعتیاد صدمه خوردن و میخوام با شما چند کلامی صحبت بکنم. یک مادر. امشب برای من شب سختی است، برای اینکه از موضوعی میخوام با شما صحبت کنم که سالها اونو به نحوی در درون خودم پنهان کرده بودم. من هما فکرت هستم و پسر من سیروس فکرت
در سن 36 سالگی به علت اعتیاد و اووردوز کردن مواد مخدر چشم از جهان فرو بست. او پسری بود بسیار لایق، تحصیل کرده، در خانواده‌ای پرمهر و تا حدودی مرفه به دنیا آمده بود. فقط 36 سال داشت روزی که چشم از این جهان بست و به سفر غروب زندگیش پایان بخشید. چنان که همه می دانند، مرگ فرزند بزرگترین مصیبتی است که خداوند امید است که نصیب هیچ مادری نکند. روزگار سختی را گذراندم. زندگی دوگانه‌ای داشتم. چهره و رفتارم در مقابل جامعه به گونه دیگری بود و ساعاتی را که در روی کاوچ خانه دراز می کشیدم انسان دیگری بودم. همسر من دکتر امین فکرت که مردی فرهیخته، تحصیل کرده و انسان والایی بود، از این غم کمر راست نکرد. همسر من سال گذشته مرا تنها گذاشت و یار نیمه راه من به دیار ابدی به کنار فرزندش پیوست. من موقعی که می‌خواستم این چند کلام رو با دوستان و مدعوین و حضار محترم در میان بگذارم، به آقای داریوش اقبالی تلفن کردم. گفتم داریوش جان، من این صحبت برایم خیلی سخت است، چگونه آغاز کنم و چگونه به پایانش برسانم؟ داریوش به من گفت حرف دلتو بزن و مختصری با هم صحبت کردیم. اگر این صحبت رو من قبل از رفتن سیروس با داریوش می داشتم، امروز پسر من زنده بود. پسر من دکترای آپتومتریست داشت. پسر من موسیقیدان بود. گیتار رو در سن 10 سالگی بدون داشتن معلم خود به خود آموخت و بسیار انسانی و بسیار نوازنده خوبی بود. و من امروز حرف دلمون با شما در میان میذارم. امید است که هرگز مادری روزگاری چون من دیگر نداشته باشد. امید است که هرگز جوانی گرفتار این دام نشود. ما به یک فرد معتاد نباید با دیده تحقیر بنگریم، بلکه باید با دیده که به یک بیماری که به یک بیماری علاج ناپذیری به ظاهر گرفتار شده رفتار کنیم، اعتماد به نفس به او بدهیم، بگوییم تو قادری، تو میتونی، تو واقعا میتونی که خودتو نجات بدی. آسان‌ترین راه برای یک پدر و مادر این است که درو باز کنن، بگن برو بیرون، ما با تو دیگه کاری نداریم. ولی نباید این کار رو کرد. نباید فرزندانمون رو به خاطر این اعتیاد و به خاطر این بلای خانمان برانداز از خودمون برانیم. باید آغوشمون باز باشه و بگیم تو با تکیه بر ما قادر خواهی بود که از این بلا نجات پیدا کنی. خیلی حرفایی بود که سرکار خانم زدن و خیلی حرفایی بود که سرکار آقا زدن که من هم میخواستم بگویم، ولی به همین کوتاه بسنده میکنم. میگم فرزندانتون رو اگر گرفتار شدن تحقیر نکنید. به هر حال بیایید گرد همایی های با هم داشته باشیم. بیایید از تجارب خود به یکدیگر سخن بگوییم. راهی پیدا کنیم. اگر این گرد همایی باعث شود که فقط یک نفر نجات پیدا کند، یک جوان، یک مادر، به نظر من کار بسیار بزرگی انجام داده. لطفاً داریوش عزیز رو کمک کنید تا جوانان دیگری ما و مادرهای دیگری به حال و روز من به سیروس گرفتار نشود. با تشکر. در برابر خانم دکتر فکرت سر تعظیم فرود میارم. من این افتخار رو داشتم که با
همسر ایشون سالها همکار باشم. سیروس نازنین رو، دکتر سیروس فکرت رو خوب میشناختم و برای آزمایش چشم هم به اون مراجعه کرده بودم و دردناک بود که این پسر رو دیدن که ناگهان ناپدید شد و رفت. من تا امشب از این راز آگاه نبودم که دکتر سیروس فکرت بر اثر اعتیاد به مواد مخدر از بین رفته. ممنون از شما که دردتون رو با ما در میان گذاشتید. باید درد رو شناخت. به نظر من پدر و مادر الگوی فرزندانشون هستند، ولی به سبب ناآگاهی و فقری که در جامعه وجود داره بهانه هایی برای خودشون میارن، میترسن از آبرو ریزی، میگن آبرومون میره اگر بخوایم بگیم که بچه‌مون معتاده، و فکر میکنن که با این شیوه میتونن به جنگ با این هیولا برن و بدون یاری گرفتن با یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های جهان دست و پنجه نرم کنن، بیماری که تمام خانواده رو در بر میگیره، نه تنها فرد رو. خانواده عملاً معتاد معتادش میشه. مادر که دلش نمیاد به بچهش بگه که اگر چیزی رو دوست داری نکن یا نخور یا نرو، و ببینیم و لمس کنیم عمق فاجعه را. از خانواده راضی هستی؟ سر شکستگی و پدر مادر را خواهش میکنم که نکنن این کار، اگر میکنه جلو بچه هاشون این کار را میکنه.
بزرگترین مشکل قشر جوان ایرانی رو در چی میبینی؟ در بیکاری، چون دولت باید توجه کنه به این، چون کار نی، به خاطری که کار نی رجوع میکنن به چی؟ احتیاط، دنبال پوله، چون درآمدی ندارن دنبال کنن میافتن تو این کارا دیگه، مواد مخدر و دزدی و این کارا محتاط میشن. بزرگترین مشکل بیکاری و بیپولیه، چون که میری الان تو مثلا 10 سال 12 سال درس میخونی، بعد میای هیچی به هیچی، نه کاری داری نه درآمدی داری، یه کار بی ربطی داری انجام میدی. به نظر من اینه. خب الان مسلما بیکاریه که خب منتج میشه به خیلی مزلات دیگه. جوون ما اکثرا هم بیکارن، خیلی هاشون مثلا از بیکاری تو پارکا، هیچ سرگرمی ندارم واقعا تو جامعه. عرض به حضورتون، بزرگترین مشکل من فکر میکنم توی وضعیت فعلی بیکاری هست. اگر فکر میکنم وضعیت اشتغال حل بشه، خیلی از مشکلات عمده مشکلات جوانای ما حل بشه. در این میبینم که جوانای ایرانی ما جدیدن یاد گرفتن تا یه چیزی میشه میگن ما بدبختیم، کار نداریم، زندگی نداریم، و زود خودشونو میبندن به اعتیاد. میخوام ببینم اون اعتیاد پول نمیخواد، از کجا میارم؟ حتی دوزی هم زحمت داره. پس پسر من، دختر من، زحمت بکش، برو کار کن، منت این که بخواد که تو فرد این مملکت تو بهترین مملکت روی زمینه. من اینجا زندگی نمی کنم، نمیخوام ادعا بکنم، ولی برو اروپا، برو آمریکا، برو هر قبرستونی که بری، اینجا چهار فصل داریم، همه چی داریم، همه چی. عصبی میشم از این که قدر این مملکت رو نمیدونید، قدر این زندگیتون رو نمیدونید. در بلا تکلیفی، چه نظر شغلی، چه نظر مشکلات اجتماعی، با اینا درگیر و یه جور سردرگمی دارن که نمیدونن باید چی کار بکنن، دوباره چی باشن. نبودن فرصت های شغلی است. اگر یک جوان شغل داشته باشه قطعا هیچ مشکل هم نخواهد داشت. بزرگترین الان مشکل مزرعی که برای جوان ها وجود داره مشکل بیکاری. البته خب بیشتر جوانایی که حالا متخصص تر هستن، تحصیل کرده تر هستن، بیشتر درگیر این قضیه هستن، چون به فراخور حالا میزان تحصیلاتشون حاضر نیستن هر کاری رو انجام بدن، بالاخره سطح توقعشون از کارشون و اینا خیلی بیشتر هست. بر همین اساس من فکر می‌کنم بیشترین مشکلی که وجود داره بیکاریه، چون اگه کار داشته باشن، درآمد کافی داشته باشن، حالا به حد رفع نیاز خودشونه، هر کی بالاخره سطح توقع هر کس فرق کنه، مطمئنن خب خیلی از مشکلات و مزلاشون حل میشه دیگه. که جوونا الان توی این مملکت احتیاج به آزادی بیان دارن، یکی اینجا تفریح ندارن مردم. جوونا الان شما توی هر جایی که ببینید همه توی این پارک‌ها نشستن، همه دارن توی این سفره‌خونه‌ها قلیون می‌زنن، فقط به خاطر اینکه هیچ تفریحی وجود نداره. من فکر می‌کنم به خاطر همینه که جوونا همه‌شون میرن سمت اعتیاد و سمت کارهایی که حداقل برای شأن خانواده و اجتماع یه مقدار بده. Thank you.
منم داستان زندگی مثل بقیه شاید مشابه باشه، مثل بقیه اونجایی شروع شد که من دختر 5 ساله بودم. اینا رو الان دارم میفهمم که بابام زمانی که بساط تریاک رو پهن میکرد من لذت میبردم، در کنارش میشستم، از مصرف کردن اون واقعا لذت میبردم، یعنی اشباه میشدم. بعد زمان که گذشت من بزرگتر شدم، یه خلایی داشتم تو زندگیم با هیچی پر نمیشد. 13-14 سالم بود، پناه بردم به قرصهای آرام بخش، یعنی مداوم میخوردم به قصد خودکشی. نمیدونستم دلیل چیه. بعد توی خانواده هم بودم که تنها چیزی که حاکم نبود آرامشه، یعنی فقط دعوای پدر مادر، اون ناامنی، من همش میترسیدم. بعد میگن پناه دختر پدرشه، من اون پدره رو نداشتم، من کسی رو نداشتم که بخوام براش حرف بزنم. بعد مدام یه جای خالی احساس میکردم، مدام احساس میکردم یه چیزی تو من کمه. این کمیت رو زمان 13-14 سالگی با انواع اقسام خودکشی ها پر کردم. بعد دیدم جواب نمیده، من یه چیزی فراتر از اینا میخوام، یه چیزی میخوام که منم مشکلات دور کنه. من الان 34 سال سن دارم، هنوز نتونستم به مادرم سرمو بذارم رو پاش، مادرم منو نوازش کنه. اینا همه درد منو کشید تا نوجوانی و بعد بزرگتر شدم. از نظر شما اعتیاد یک بیماری هستش و یک مشکل اخلاقی؟ خب احساس کنم هر جفتش باید باشه. شاید از طریق مشکل اخلاقی منتج به یک بیماری هم بشه، یعنی بشه بیماری اعتیاد. اوایلش با یک عدم مدیریت اخلاقی شاید شروع بشه. به نظر من اولش یه بیماری نمیتونه باشه، یه مشکل اخلاقی و رفتاریه که اون هم باز برمیگرده به همون مشکلات خانوادگی و میتونه بعدها به عنوان یه بیماری باشه اما قابل علاجه. خب به نظر من به بیماریه که به صورت تبعات به صورت در واقع اخلاقی هم خواهد داشت. در درجه اول من فکر میکنم که یک بیماریه، یک توی آسیب‌های اجتماعی باید دیده. به نظر من یه بیماریه. اگه علت بزرگش هم از نظر من خانواده است. وقتی یه سری کمبودا توی خانواده باشه جوونا رو میارن به اعتیاد، وقتی کار درست نداشته باشن بیکار باشن رو میارن به اعتیاد. نه مشکل اخلاقی نیست، به نظر من اعتیاد یه بیماریه مثل باقی بیماریه. نه من فکر میکنم بیماریه، چون شرایطی که تو خانواده ها به وجود میاد، رابطه هایی که بین پدر مادر فرزند ایجاد میشه، مشکل عاطفی که به وجود میاره، این مشکل عاطفی بچه ها پناه میبرن به یه چیزی که وابسته بشن و شرایطشون رو تغییر بده و این شرایطشون رو فکر میکنن که با مواد مخدر که خودشون هم احساس نمیکنن که شاید آلوده بشن، رفته رفته منجر به این میشه که شرایط رو میپذیرن که فراموش کنن مسائلی که خانواده براشون ایجاد شده، که شکست هایی که خوردن و حامی ندارن، پشتوانه ای ندارن و اجتماع هم ازشون حمایت نمیکنه، به خاطر این دچار سردرگمی میشن و ناخودآگاه به جاهای پناه میبرن که نباید پناه ببرن. ما معمنی نداریم برای بچه هامون که اگر مشکلی داشتن، مشکل عاطفی داشتن، به شکست های عاطفی خوردن، بتونن اونجا مراجعه کنن و دچار این آسیب های اجتماعی نشن.
32 سالمه. چه مات شوخه؟ شب زدیم یه بی خوابی. اینجا چه کار میکنی؟ بدبختی عاقبت مواد اینجا ما اینجا کشمه. مصرفت چی عزیز؟ هروئین. چه سالی شروع کردی مصرف مواد مخدر؟ 18 سالگی. من 18 سالگی با ماسیا آشنا شدم. بعد 18 سالگی دیگه ماشاءالله پله های تحقیم انقدر زیاد و سعی رفتیم سر ماده سفید. ماده سفید هم چند سال ماده سفید نصب کردیم که دیگه جواب همون نداد اومدیم تو هروئین. یه مقدار از روزت بگو، از احوالت بگو. چند سال کارتون خواب شدی؟ الان آره نزدیکی یک سال بیشتر من کارتون خوابی میکنم. بعد خدمت شما عرض کنم عاقبت خوشی نداره دیگه. من یکم مواد مصرف کنم واقعا من تای دارم میخوام خون بالا بیارن که دیگه سمت مواد نیان و عاقبتشون مثل ما نشه. چون عاقبت تلخی دارم، عاقبتی داره که دیگه هیچ وقت آدم نمیتونه برگرده. یعنی یه جوری ما انگاه اصلا با این مواد وصلت کردیم دیگه، نه راه رفت داره نه راه برگشت. از چه سنی میتونید با فرزندتون در مورد اعتیاد صحبت کنید؟ از وقتی که خوب و بد رو تشخیص بده و از لحاظ تحصیلاتی اگر بخوایم بهش نگاه بندازیم، به نظر من زمانیه که وارد راهنمایی و دبیرستان میشن. از 14-15 سالگی باید گفت اصلا تو جامعه میبینن خودشون این بچه ها، از افسردگی میبینن. تو هر قشرشون فامیل نگاه کنی یه نفر داره میبینه، اینو میبینه چطور دارن باش برخورد. این بچه باید خودش حواسش جمع باشه، پدر مادر هم حواسش جمع باشه که چجوری با این بچه چیه رفتار. پنجم دبستان دیگه 10 سالگی 11 سالگی میشه باهاشون صحبت کرد با بچه‌ها در این مورد. باید از کوچیکی، حتی اون داستانایی که براشون میخونیم، به نظر من از وقتی که نوزاد هستن باید از همون بچگی اینا رو آشنا کنیم با همه چیز، برخلاف گذشته و سنتی بودن خیلی چیزا که نمیگن، صحبت در مورد هیچی نمیگن، حالا به خاطر به خیلی از دلایل دیگه نمیگن. حتما به نظر من باعث میشه که بچه ها ناخواسته چشم و گوش بسته دنبال چیزایی برن که تجربه ندارن. من جلن حوزه 5 سالیه که به خاطر همین اعتیادم از خونه زدم بیرون نامدم اینجور جا هستم. با چند از رفیقان بود یه مجوری، چون با مواد مشکل دارم تو خونه، آقام یعنی اجازه نمیده مصرف کنم، مجبورم که بیرون از خونه بمونم. اینه که اومدم اینجا موندم. البته تو اونم خدا چی میخواد. الان درست کارتون خوابی دیگه. بله. بله. ندونستم سلام زندگی رو نگردارم اینا. کم عقلی کردم. نادونی. میشود نم نتیجه زندگی من میشود. واقعا نتیجه نادونی همه میشه دیگه. بخوای خود سرانه عمل کنی و میخوام بگم یعنی حرف بزرگتر رو گوش کردن بهتره تا اینکه آدم خودش بخواد عمل کنه. واقعا شخصیت تو اینه که اینجا باشی دور برات نگاه کنم به خرابه. واقعا یه روزی شاید از کنار این جور جاها رد میشدی رو تو برمیگردوندی به شخصیت چیز دیگه بود. فکر کنی که الان سزاوار هست که اینجا باشه این وضعیت؟ نه، حق من این نیست. خودم هم نمیدونم چطور شد اینجور پیش اومد. خودت چی میخواید؟ از خدا میخوام هر چی زودتر سرم محکم به سنگ بخوره، راهمو برگردونه به سمت زندگی اصلی خودم. فقط از خودم هم میدونم. از خدا میخوام همه رو به راه راست هدایت کنم. چی آرزویی داری؟ فکر کن الان خداوند واقعا داره حرف تو میشنوه و یه آدم دلسوخته، یه آدمی که زندگیش رو به خاطر
تنها آرزو اینه که کنار بچه هم باشم. هم دوست داری بچه ها تو؟ واقعا دوستشون دارم. فکر بکنی مادر خوبی بودی براشون؟ نه. بگی فکر کن الان بچه داره صدا تو میشنوه. مامان مادر چی دوست داری بهش بگی؟ خب بگم اشتباه کردم، دوست دارم منو ببخشن. هم یه موقعی میدونی راه نبود، معتادین به خاطر مسئله مواد مخدر جونشون رو دست میدادن، ولی الان راه هست، میدونی خودت هم میدونی هزاران نفر دارن ترک کردن، دارن زندگی میکنن. دوست داری اگر که قول معروف خدا به توجه کرد و نگاه کرد و خودت خواستی وارد اون برنامه، وارد اون راه بشی؟ بله واقعا نستم. از چه سنی شروع کردی مسئله مواد مخدر؟ سن 32 سالگی. الان چند سالته؟ الان 37 38. اینه بوده 6 سال مواد مخدر. چه سیلی هایی از مواد مخدر؟ خیلی پیش از این که فکرشو کنم. این هم موقعی که از سوال کردم راجع بچه هات عکس چشات جمع شد و حالت مادری به قول معروف احساس مادری تو دقیقا شدت دیدم. کسایی که دارن یه روز این برنامه رو میبینن و مواد مخدر مصرف نکردن و تو دوست داری یه حرفی بهشون بزنی، دوست داری یه صحبتی باشون بکنی، اون صحبت چیه؟ فقط از رفیقان، از مردم میخوام، از رفیقان میخوام که چی چش و گوششون رو واکنم، واقعا بدونن دارن چجوری زندگی میکنن، رفیق خوب بر خودشون انتخاب کنن. هر کسی رفیق نمیتونه باشه، هر کسی نمیتونه رفیق آدم باشه. واقعا پیدا کردن رفیقی که هم سر تلاش خودشون کنن که ببینن دارن با کیا رفیق میشن، با کی میشینن بلند میشن. فقط همین. واقعا از خدا میخوام هممون رو میگم برای ایران صدایت کنم، هممون رو. چی میترسیدی ترکی میکنی؟ خودم هم نمیدونم، باور میکنن اصلا نمیدونم. خودم نمیدونم چرا اینجوری پیش اومد. شما نقش رسانه رو در خصوص این بیماری در چه حد میدونید؟ آیا رسانه تاثیرگذار هست؟ رسانه ها بله بیشتر، و البته اگه واقعا حقیقتش رو بتونن در رسانه ها
و اون جوری که هست عنوان بکنن فکر میکنم خیلی راحت در جوان ها میتونن درک کنن. اول خانواده، بعد هم مدارس، دانشگاه، ولی اول من خانواده رو مسئول میدونم. خیلی آگاه سازی ها خیلی بهتر شده، ولی جدیدن شده، تازه است. شما اگه نگاه کنید تو کشورهایی که کشورهای اروپایی حداقل 30 سال این موضوع داره بررسی میشه، عللش چه یابی شده، اما من فکر میکنم تو کشور ما الان چند ساله که تازه، اونم با اومدن یه سری کمپایی که بازم میتونم بگم که اینا از اون ور آب اومده اینجا بیشتر داره چی میشه، ولی نقش رسانه 100% میتونه خیلی خوب. در خصوص اعتیاد چقدر اطلاعات و آگاهی داری؟ کم. معمولی. زندگی می‌کنی؟ اینجا الان کمربندیه، نمی‌دونم چیه. من خودم هم غریبم اینجا. اینجا رو نمی‌شناسم. نه، منظورم اینه که اینجا چرا زندگی می‌کنی؟ اعتیاد دارم دیگه. اثر اعتیاد به این جور جاها کشیده شدم دیگه. خانواده‌ام قبولم نمی‌کنن به خاطر اینکه اعتیاد دارم. می‌تونی یه مقدار گذشته از موقعی که با مواد مخدر آشنا شدی برام صحبت کنی؟ 19 سالم بود که افتادم تو مواد مخدر. قبلا که یک مصرف میکردم، خانواده هم خبر نداشتن. 10 سال تریاک میخوردم یواشکی. بعد 10 سال یه مدت تریاک قطع شد، هروئین اومد، کراک اومد رو بورس. 5 سال هم کراک مصرف کردم. بعد کراک دوباره کراک قطع شد، هروئین پیدا شد. یه افتادن تو هروئین، از هروئین به اینجور جاها کشیده شدم دیگه. خانواده هم قبول هم نمی کنم دیگه. شوهرم از دست دادم، بچه‌م از دست دادم. زنهای مردم رو میبینم، بچه ها رو میبینم، مردهای سالم رو میبینم، حسرت میخونم به شوهر خودم، به زندگی. شوهرم خیلی بچه خوبی بود، ولی خودم همه رو نابود کردم، خراب کردم. هیچ وقت، هیچ وقت در زندگی من که فکر نمی کردم که به این جوجه ها کشیده میشم. دوروبر خودت چی؟ لجنزار. خواهر دارم، برادر دارم، مادر، ولی هیچ کدوم قبولم نمی کنم. میگن اعتیاد داری، آبروی ما رو بردی. چند سال دقیقا کارتون خوابید؟ 8 ماه از خونه گذاشتم بیرون. توی این 8 ماه اینجوری. قبلا میگم مصرف داشتم، ولی خانوادم خبر نداشتن، حتی شوهرم. یواشکی مصرف میکردم دیگه. اونا فهمیدن، کم کم اونا هم دیگه نتونستن تحملم کنن به خاطر همین اعتیاد. هی سرکوب میزدن، منم مجبور شدم از خونه بزنم بیرون. نمیتونم. از آشفتگی های قدیم میگی، دلت میسوزه، از کرده خودت پشیمونی؟ خیلی هم پشیمونم، چون بهترین دوران زندگی ما تو مواد بودم. علتش چیه؟ میترسی درد نمیدونم؟
بهتر کنی. علتش میخوام بدم. احساس میکنم هیچ دلخوشی ندارم که برگردم بهش. همیشه خودم همین توی حال میبینم دیگه. فکر میکنم هیچ امیدی ندارم دیگه. میگم هرچی بوده تموم شده، خراب شده دیگه. ولی خیلی ها رو دیدم ترک کردن، خیلی بهتر بودن. خیلی هم قشنگتر دارن زندگی میکنن. خیلی هم راضی هم. میگم ما تازه ترک کردیم، تازه مزه زندگی رو الان داریم میکشیم، مزه خوشی رو. خودت دوست نداری که اینطوری باشی؟ دوست دارم برگردم، ولی خب دیگه شوهرم قبولم نمی کنه. بچه هم داری؟ یه دختر 10 ساله. فکر میکنی که میتونی یا تونستی مادر خوبی بر بچه‌ت بشی؟ نه، هیچ وقت. یه زن موتا چه خوبی داره واسه بچه، واسه شوهرش. یه زن موتا چه حسی داره؟ هرچیش بگی، یه سری بخوان مبتلا به مسئله مواد مخدرن، یه سری ازشون خواهش میکنم ما رو که میبینم واسه شون بشه عبرت، هیچ وقت دنبال اینجور چیزا نرن. چه کسی مقصر بوده که تو معتاد شدی؟ احساس میکنم کم بی‌محلی خانوادم، کم محبتی پدر مادرم. هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من، اینجا چراغی روشنه. اینجا یکی از حس وحشت میکنه، هر روز از فکر سقوط با کوه صحبت میکنه. زمان من بدبخ کرد. چرا من باید دیرو باشم؟ من چرا باید دیرو باشم؟ نمیدونم به داشتم، میگم داشتم چی جایی؟ میگم با تو سالم، تو عادی، منو با خود قرار نگیری. من یه چیز بیماری دارم، من میخوام، نمیخوام دیرو باشم، به خدا نمیخوام دیرو باشم. من چی حتی کم دارم؟ من جایی که من تنها شدم، شب قبلگاه آخره، اینجا تو این قطب سکوت کابوس طولانی تره. من ماه میبینم هنوز، این کرسوی روشن و انقدر سوسو میزنم. شاید یه شب دیدی منو، هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من، اینجا چراغی روشنه. احساس وحشت میکنه، هر روز از فکر سقوط با کوه صحبت میکنه. Thank you.
بهبودی‌چت.com ارائه ای از بنیاد غیر انتفاعی آینه، جایگاهی برای مشارکت راهیان دنیای بهبودی، مکانی برای همیاری و همدلی رهجویان، سرایی برای همزبانی و مشارکت خانواده های وابسته، روزنه‌ای برای توانمند سازی پناهجویان. بهبودی‌چت.com مکانی برای همدلی و همزبانی. با بهبودی‌چت.com از یک درد مشترک به یک درمان مشترک و جامعه سالم دستیابید. بهبود کیفیت زندگی شما در سایه جلسات مجازی آگاهی دهنده در بهبودی‌چت.com. با بهبودی‌چت.com از ناباورانه ها به باور یک زندگی سالم و آینده روشن دستیابید. در بن‌بست هم راه آسمان باز است. با بهبودی‌چت.com پرواز را بیاموزید.